آژانس اروپایی پلیس یا یوروپول در بیانیه رسمی از متلاشی شدن یک باند قاچاق انسان در اسپانیا صحبت می کند. این باند شهروندان ایرانی را با دریافت مبلغی برابر با 25 هزار یورو از شهرهای مختلف اروپایی روانه بریتانیا می کرد. تا کنون بیش از 100 نفر در رابطه با فعالیت‌های این باند در شهرهای مختلف اسپانیا و اروپا دستگیر شدند. تحقیقات در رابطه با قاچاق شهروندان ایرانی به بریتانیا که حدود یک سال پیش آغاز شده بود، در روزهای گذشته با دستگیری 15 نفر از اعضای این باند به پایان رسید. حدود یک سال پیش، پلیس آلمان 4 ایرانی را که با پاسپورت‌های اسپانیایی قصد سفر از هامبورگ به لندن را داشتند دستگیر کرد. این 4 نفر در بازجویی‌ها اطلاعاتی در رابطه با باندی که برای آنها پاسپورت و بلیط تهیه کرده بود را در اختیار پلیس آلمان قرار دادند. در جریان این بازجویی‌ها مشخص شد که رهبری این باند شهر مالاگا در جنوب اسپانیا را به عنوان مرکز عملیاتیش انتخاب کرده است. در ماهای بعد شماری دیگر از شهروندان ایرانی که با پاسپورت و شناسنامه جعلی اسپانیایی قصد سفر به بریتانیا از شهرهای مختلف اروپایی را داشتند توسط مامورین مرزی این کشورها شناسایی و بازداشت شدند. هر مسافر ایرانی مبلغی برابر با 25 هزار یورو بابت مدارک شناسایی جعلی، هزینه بلیط هواپیما و اقامت موقت در شهری که قرار بود از آن به مقصد بریتانیا سفر کنند، به این باند پرداخت می کردند. همزمان با متلاشی شدن کامل این باند و دستگیری 14 نفر از اعضای آن در مالاگا، پلیس بریتانیا نیز موفق شد رهبر این باند را که یک ایرانی با پاسپورت بریتانیایی بود در فرودگاه هیترو هنگامی که قصد سفر به برزیل را داشت دستگیر کند. برزیل یکی از کشورهایی است که معاهده استرداد مجرمین به کشورهای اروپایی را امضا نکرده است. قبل از دستگیری رهبر این باند در مجموع 44 ایرانی که با مدرک شناسایی اسپانیایی قصد سفر به بریتانیا را داشتند در شهرهای مختلف اروپا و اسپانیا بازداشت شده بودند. پلیس اسپانیا قبل از دستگیری 14 نفر آخر در حومه شهر مالاگا 42 اسپانیایی را نیز به اتهام فروش مدارک شناسایی و پاسپورت‌هایشان به این باند بازداشت کرده بود. چند روز قبل از دستگیری آخرین گروه از اعضای این باند در 3 کشور دیگر اروپایی 33 نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با این قاچاقچیان دستگیر شده بودند. در آپارتمان یکی از اعضای این باند در شهر فونخیرولا در حومه مالاگا پلیس توانست 2 هفتیر گازی، بیش از 400 کارت اعتباری تقلبی و مقداری پول نقد و 1 چاپکن حرفه‌ای برای دستگاری مدارک شناسایی و پاسپورت کشف کنند. این قاچاقچیان در تهران نیز همکارانی دارند که با تهیه ویزای شنگن یا ویزای کشورهای اروپایی آنها را روانه اسپانیا می کردند تا از آنجا به بریتانیا منتقل شوند. البته سفر از تهران به اروپا نیز 10,000 یوروی دیگر هزینه بر می داشت که باید به 25,000 یورو جهت سفر به بریتانیا افزود. کسانی که امکان پرداخت 25,000 یورو را در اروپا نداشتند می توانستند معادل این مبلغ را در ایران به همکاران این قاچاقچیان بپردازند. مسافران سفر غیرقانونی به بریتانیا از زمانی که با قاچاقچیان وارد مذاکره می شدند دیگر حق تماس با کسی را در شهر اروپایی که زندگی می کردند نداشتند و در تمام مدت تحت کنترل این باند بودند.
پلیس اسپانیا حدس می‌زند که در 3 سال گذشته حداقل 400 نفر توسط این قاچاقچیان به بریتانیا منتقل شده‌اند.